بازار کراسوور های مید سایز خیلی داغ شده، نه تنها تو ایران، تو کل دنیا. تو ایران هم انواع خود رو از انواع برند ها مثل سانتافه، سورنتو، رافور، اکستریل، هوندا سی آر وی و خیلی از ماشین دیگه، حتی چینی هم وارد شده که ما امروز نیسان اکستریل رو آوردیم. خیلی هم درخواست براش زیاد بود. با من سالار این بررسی کراسوور مید سایز رو همراه باشید. نیسان اکستریل با این فیصل 2016-17 وارد ایران شده و تو بازار عموماً قیمت حدود 1.400 میلیارد تومان الان اواخر اردیبهشت 1400 داره و نسخه 2018 که یه فیسلیف از این ماشین بود و فقط فیسلیف بود حدود 2 میلیارد و 200 قیمت میدن، که البته بازار چندان هم خوب نیست. ولی طراحی جلوی این ماشین موقعی که این زبان وی شکل توی همه محصولات نیسان، البته اونایی که حتی وارد ایران هم نشدن مثل ماکسیما و مثل آلتیما، یه شکل تهاجمی، یه شکل خشن به ماشینا داد، چراغایی که رو به پایین زاویه داده شدن و این حجمی که روی کاپوت اومد کلن جلوی نیسانا رو یکم خوب کرد. و اینم بگم که رقابت این ماشین با سایر رقباش خیلی عجیب غریبه. هرچند پرفروش‌ترین ماشین تو سال 2017 تو آمریکای شمالی اومده و همچنان هم پرفروشه. اسمی که روی ماشین هست اکستریل تو ایرانه، توی آمریکا یا یه سری کشور دیگه مخصوصا توی عراق یا کشورهای حوزه عربی بعضیاشون نیسان روگ هم گفته میشه. پس دو تا اسم داره، نیسان روگ و نیسان اکستریل. تو طراحی بغل به خاطر برآمدگی این گلگیر جلو یکم حس عضلانی داره و این خطوطی که از گلگیر جلو تا عقب رفته، کرومکاری که دور پنجره ها شده و رینگ‌های 18 اینچی و فاق لاستیک 60% کلن پختگی مناسبی داره. نمیگم خیلی هم فضاییه، مثلا سانتافه نیومده خیلی زرق و برق بده، ولی یه طراحی ساده و عامه پسند داره و روفرکی هم که یکم بزرگ، خوبه، توچشه و یه حس اسپورتی میده. و عقب ماشین هم که اینجا جمع شده کلن من بغل ماشینو تا حد زیادی قابل قبول میدونم، هرچند از این پلاستیک مشکی خوشم نمیاد که همه کراسوورها دیگه استفاده میکنن. جدیدا من دیدم لند کروزر اتاق 300 هم اومده این پلاستیکو گذاشته، فقط رنگ سفید زده متاسفانه، ولی کلا کشیده شده تا عقب. و البته دستگیرهای کرومی که بغل خوبه، حس باحالی میده. و طراحی عقبی که ساده هست، چراغایی که خیلی سفیدکاری توشه، مثلا همون هایما که گفتم زیاد قرمز، اینجا زیاد سفیده، این تریم نقره‌ای بهش داده. فقط یه چیز خوب، نیسان 370 زد اینجا دیده میشه، این قسمت حالت دوکی شکلی که میبینین دقیقاً پشت نیسان 370 زد هم همینه، فقط اینجا این قسمت قرمز اضافه کردم، برای همین حس خوبی میده حداقل به من. و نمای عقب کلن ساده است، درسته سری برآمدگی تو رفتگی داره ولی خیلی زرق و برقدار نیست. شاید اگه گرافیک چراغ یکم جذاب‌تر می بود میتونست که کل نمای عقب این ماشین رو تغییر بده. قبل اینکه برم سراغ موتور، این چیز عجیب غریب، ببینید دست قشنگ کامل میره توی موتور و اینجا هم حتی دیگه یاد دنوپلاس اتوماتیک افتادم، حتی از اونم وضعش بدتره، یکم زشت اینجور چیزا برای برندی مثل نیسان، ژاپنی، پسرعموی تویوتا، این چیزا بعیده ولی دیگه هست دیگه. و یه چیز دیگه، برای اینکه درب موتور باز بشه به جای اینکه جک بذارن، حالا این میله که داره هیچی، میله هم این زیره و دقیقاً روی موتوره، حرارتی که از موتور میاد اینقدر اینو داغ میکنه که الان اصلا نمیشه خوب دست گرفت و زشته برای نیسان و حداقل این گدابازی‌ها بعیده ازش. و موتوری که بارن کولیوس یکیه، موتور 2.5 لیتری 4 سیلندر خطی، 171 کسب بخار، 233 نیوتن متر گشتاور، 1600 کیلو وزن این ماشین رو میگن در عرض 10.5 ثانیه از 0 به 100 میرسونه. حالا تست میکنی ببینی واقعا همینه یا نه، ولی مصرفی که برای این ماشین گفتن به صورت ترکیبی حدود 9 لیتر در 100 کیلومتر هست که فکر نکنم حالا شاید بیشتر باشه برای این ماشین. و البته گیربکس سی وی تی که بازم با رنو کولیوس یکیه، فقط این که گیربکس سی وی تی شون این دوتا اکسترونیکه،
یه جورایی شبیه سازی میکنه که دنده عوض میکنه، هرچند زیاد هم چنگی به دل نمیزنه، یکم خسته کننده است. به هر حال همینه که هست دیگه. بریم سراغ داخلش. درب ماشین این قسمت یه پد نرمه، اینجا یه طرح کربن فایبر زدن، به نظر من خوب شده، یه حس اسپورتی و لوکس میده. دستگیره ای که پلاستیکیه، طرح کروم، ولی خیلی زشته دستگیرش، خدایی اصلا چنگی به دل نمیزنه. این قسمت پلاستیک خوش، این قسمت دوباره پلاستیک خوش، و اینجا دوباره پلاستیک نرمه. کلیده شیشه بالا بر فقط مال راننده اتوماتیکه و دقیقا هم شبیه رنو کولیوس متاسفانه. صندلی راننده و شاگرد برقیه و پشت فرمون تقریبا فرمون همه نیسانا تو این سالا همشون دیگه اینجوری بودن. و یه داشبورد طراحی بگم ساده و نه زشت، همه چی تیپیکال، همه چی سر جای خودش. این دریچه کولر دورش یه دونه تکسچر نقره‌ای زدم و همون تریم کربن فایبر هم اینجا زده شده. یه پلاستیک پیانویی اینجا که من کلن تو ماشینای این رده پلاستیک پیانویی رو زیاد قبول ندارم، به خاطر اینکه هم زود خطا خش میفته، هم کیفیتش پایینه معمولا تو همه این رده ماشینا. و یه مونیتور کوچیک که زیادم با کیفیت نیست، دوربین دندقه با من چک کردم کیفیتش خیلی افتضاح بود. و گیرباکسی که گفتم CVT از فقط اکسترونیکه، یعنی مثلا شبیه سازی کردن که دنده عوض میکنه تو دور موتور 5 و زیادم حالا چیز بالی نیست. دور لیور دنده یه دونه تریم نقره‌ای کشیدم و اینجا یه پلاستیک پیانویی کم کم خط افتاده، ولی فعلا یه 20,000 تا کار کرده این ماشین و توی بلند مدت مسلمه یکم به مشکل میخوره. یه خروجی 12 ولت اینجا، USB و AUX و ترمز پارک برقی که یکم دوره، یعنی اصلا متعارف نیست ترمز پارک این جلو باشه، کاش این ورامی بود بهتر بود. بدونم اینجا محفظه‌ای که هیچ گیرنده ای نداره، کم بده. و اینجا پلاستیک خشک و فقط این لقه، یعنی اصلا محکم نیست، بعیده این چیز از نیسان ژاپنی. کاپولدر هم که آب معدنی رو بدیم، هیچ چفت و بندی متاسفانه نداره، کاملا آزاد و این خیلی اذیت میکنه. صندلیام گرم کن دارن، سرد کن ندارم متاسفانه، که اینم به نظر من سرد کن خیلی مهمه توی صندلی. و این قسمت هم یه نکته خیلی مثبت نسبت به اکثر رقباش این که این ماشین فور ویل درایو پارت تایمه، یعنی شما میتونین تنهایی یه محور رو فقط فعال کنی که این خیلی خوبه، اینجا انتخاب میشه. و حالتی که اوتو میذارین ماشین بسته به اینکه چقدر شما استفاده کنین تا 50% به عقب انتقال میده، ولی حالت معمول 5%، 10%، 15% اینجوری خیلی کمه موقعی که تو شهر هستیم. و حالتی هم که لاک میذاریم جلو عقب 50-50 تقسیم میشه، دیگه تغییر نمیکنه. بهترین حالت برای موقعی که داخل شهر هستیم و هوا بارونی نیست، لغزنده نیست جاده، همون حالت دیفرانسیل جلو محرک بودن عقب و غیر فعال کنین، هم مصرف سوخت کمتر میشه، هم سر و صدای ماشین یکم فشار روی ماشین کمتر میشه. و کنسول وسطی هم که اینجا می یه دونه خروجی 12 ولت داره و هیچ چیز دیگه ای مناسبه، و روش هم کیفیت مناسبی داره، پد نرم و خوبی داره، اصلا اذیت نمیکنه برای لیور دنده. پشت فرمون کلیدا همون کلیدای تریم نقره‌ای نیسان هستن که چیز خوبی به نظرم، لوگوی نیسان این وسط حس خوبی میده. و دست راهنما و دست برف پاکن کیفیت مناسبی دارن، اصلا اذیت نمیکنن، زننده نیستن. و این طرف هم تنظیم نور چراغ پشت صفحه کیلومتر و تریپ کامپیوتر کوچیکی که این وسط هست، و البته صفحه کیلومتری که آنالوگه ولی خاناس، حس خوبی داره، یعنی پررنگ و کنتراست بالایی داره. به نظر من از راوفور یکم بهتر در حد سورنتو اینا هست و کامپیوتر سفری وسطش هم خوبه. این قسمت پایینش هم کنترل صندوق عقب برقی و چراغ شور و ESP خاموش کردن و دکمه رانندگی اکو و چیز خاص دیگه اینور نیست، استارت استاپ دکمه ای. و یه چیز دیگه این که اینجا یه پلاستیک نرم خوشبختانه و خشک نیست این قسمت، ولی خیلی هم نرم نیست، و این قسمت دوباره همون متریال اینجا هست و اینجا پایین دیگه پلاستیک خشک میشه. در کل این قسمت هم پلاستیک خشک متاسفانه، و سقف پانورامیک بزرگی که یه حس خیلی خوب به آدم میده توی این ماشینا، سقف شیشه‌ای که هست برای ایرانی‌ها خیلی مورد پسند. دو تا آپشن اصلی برای ایرانی، یکی
سانروفه که اکثرا بهش میگن ساندروف، و یکی هم مونیتور هست که خیلی بازار پسنده و صندلیه‌ای که چرم نسبتا با کیفیتی داره، یعنی چرم شلوولی نیست که کیفیتش بیفته، به نظر من خوبه، هرچند در برگیرندگی آنچنانی هم نداره ولی بازم کیفیت خوبی داره. خوشبختانه مال شاگردم مثل راننده برقی هست و پشت فرمون یه حس به نسبت بهتری مثلا به رفور داره. رفور که میگم دقیقا رقیب این ماشین هست و رفور یکم این بهتره دیگه، خلاصه از رفور پشت فرمونش. توی عقب متریال روی در متاسفانه عوض شده و باز گدابازی شروع شده. اینجا پلاستیک خوش، فقط اینجا یه چرم مصنوعی نرمه و این کلیدا کیفیت خیلی پایینی داره، این خیلی چیپ و سطح پایینه، نه نشانی نه خطی نه نوشته هیچی. اینجا پلاستیک خوش و سیستم صوتی این ماشین نداره، رنو کولیوس سیستم صوتی بوز داره که خوبه به نظرم. حالا صندلی جلو برای قد خودم با 184 به عنوان معیار برای اندازه گیریه، برای چیز دیگه ای نیست. تنظیم کردم، پا زیر صندلی میره، زیر صندلی گودی هم هست که میشه توش وسایلم گذاشت و فاصله خوبه از جلو، فاصله زانو راحته. صندلی عقب انگار یکم بلندترن، ارتفاعشون بالاتره نسبت به جلویا که این جالبه، و اینکه صندلی عقب اینجوری جلو عقب هم میشن که اینم یه پوان مثبت دیگه، و کلن فاصله سرم از سقفم خیلی خوبه، یعنی دقت کنین اصلا اذیت نمیکنه. یکی از راحت ترین ردیف عقب های این کلاس خودروی، حداقل بین ماشین هایی که تا حالا تست کردیم. فقط این ماشین برعکس سانتافه و سورنتو 7 نفره نیست و 5 نفره است، شاید دلیلش هم این باشه که عقبش اینقدر راحته، ولی مثلا از رفور که 5 نفره است باز خیلی خیلی وضعش بهتره، به خاطر فاصله محوری یکم بیشتر از رفوره، کلن هیکلش هم یکم بزرگتر از اونه. و این قسمت هم کنسول وسط کاپولدری که هیچ چفت و بندی هیچی، دستتون هم اینجوری میره اینجا، متاسفانه فقط دسترسی به عقب دارید دیگه چون کل این وسط میاد پایین، و دوتا خروجی هوا این قسمت، هیچ خبری از متاسفانه USB و خروجی برق نیست که این یه چیز زشتیه. خب صندوق عقب برقی تا میره بالا و صندوق عقبش تقریبا با رفور یکیه، یعنی 3 لیتر این از رفور بزرگتره که چیز خاصی نیست، و این قسمت زاپاس کامل ولی با رینگ فولادی، رینگ آلومینیومی یا اسپورت نیست، و این قسمت یه دونه خروجی برق داره خوشبختانه، یه دونه چراغ و چیز دیگه اینجا نیست، و اینم برای موقعی که شما نمیخواین دیگه فضای بار عقب دیده بشه که اکثر ماشین تو این رده دارن، چیز خاص دیگه ای نیست، فقط دوتا گیره اینجا هست و تمام کلن فضای بار عقبش برای مسافرت و اینا شبیه سانتافه سورنتو و همه همکلاسی خودش محفظه خوب و قابل قبولی است. اومدیم سراغ رانندگی با نیسان اکس‌تریل 2017. اول از هر چیزی به خاطر اینکه گیربکس ماشین CVT هست، توی دور موتور پایین زیاد سر و صدا نداره خوشبختانه، و سیستم تعلیقش هم وضعیتش از سورنتو و سانتافه بهتره، شاید بگم یه چیزی در حد تویوتا رافور جلوش، ولی عقبش از تویوتا رافور بهتره، من امتحان کردم، مثل تقریبا میشه گفت رنو کولیوسه، یه ذره از اون نرمتره، یه خورده مثلا رنو نیسانه و تقریبا همه چیشون شبیه هم است، ولی این ماشین یه نرمی یه ذره از اون بهتری داره، دیده به اطراف خوبه، آینه های بزرگی داره، ابعادش خوبه، دیده به جلو قابل قبوله، کاپوت یکم زمخت و هیکلی داره که نوک کاپوت خوب معلوم نیست، و دیده به عقب هم مناسب، کاملا شیشه عقب معلومه، دوربین 360 درجه هم داره این ماشین. حس پشت فرمونش یه حس رضایت بخشه، نه اینکه بگم خیلی فضایی هست، ولی حس قابل قبوله، همه چی خانه هست، همه چی تو دسته، قابل کنترله و ساده طراحی شده، نه خیلی چیپ، نه خیلی عجیب غریب. صفحه کیلومتر هم که گفتم خانایی خوبی داره، کنتراست بالایی داره برای
دیدم مخصوصا توی شب مطمئنم لذت بیشتری خواهد داشت. یه آپشن دیگه که این ماشین داره اینه که کنترل حرکت در سرشیبی، موقعی که شما این دکمه رو میزنیم و میخواییم بریم تو حالت درایو، تا شما گاز ندیم ماشین خود به خود ترمزش فعال است و نمیذاره حرکت کنه. این هم یه آپشنی بود که یادم رفته بود بگم. حس رانندگی چیه؟ حس ماشین شهری راحته و برای همین هم ساخته شده، مسلماً قابل قبول هست. یه خورده سیستم تعلیقش حالا خشکی معمولی بگم، یعنی یه خشکی که همشون اینجوری هنه، یه کراسوور ها چون بیسشون یه ماشین سواری بوده و قدشون رو فقط بلند کردن با پلاستیک مشکی همه کم پوشوندنش، ولی در کل من نرمیش رو قبول دارم. نرمیش به میتسوبیشی اوتلندر نمیرسه. اوتلندری که من تست کردم از این نرمتر بود. میتونید برین تستش رو ببینین. سانتافه رو تست کردم، سورنتو و فقط رفو رو هوندا سی آر وی مونده که تست بشه. ما بقیه رقیباش تا حد زیادی تست شده، حتی بین چینی هم تست کردیم. ترمزه خوبی داره، من تست کردم و قابل قبول هست ترمزاش. فقط یه چیزی که ماشین های نیسان اذیت میکنه خدمات نسبتاً کمترشون هست نسبت به تویوتا رفور و سانتافه و سورنتو. شاید بگم یه چیزی شبیه میتسوبیشی هست، میتسوبیشی اوتلندر اون حد از خدماتو داره، برای همین هم هست یه خورده خرید و فروشش سخت‌تره نسبت به اونا و قیمتش هم پایین‌تره، در حالی که به نظر من ارزش خرید این ماشین نسبت به ماشینی مثل سانتافه و سورنتو تو واقعیت بیشتره، اما اونا قیمتشون تو شرایط برابر از این بیشتره به خاطر حالا آپشن ها و برندسازی و هر چیزی که شده. به هر حال بازار واقعی فارغ از این قوانین هست و برندسازی خوب باشه یا شایعات خوب رو انداخته باشن ماشینی یه بالا مثلا سورنتو و سانتافه. و فرمون برقی که داره خیلی راحته برای رانندگی داخلش. فقط یه چیزی که هست رنو کولیوس با این که تقریبا همه چیز شبیه این ماشینه ولی فرمونش از اینم نرم تر، اون اصلا مثل آبه، اونم به زودی بررسی خواهم کرد. این بود همون اکسترونیکی که گفتم، الکی مثلا دور موتور رو میاره 5 دوباره شروع میکنه، ولی همون سی وی تی معمولی خودمونه. و یکی از اشکالات عمده گیربکس های سی وی تی اینه که تو دور موتور پایین، یعنی تو دور پایین یکم حرکت کند صورت میگیره و این ماشین اومدن با این حقه یکم سی وی تی رو، اون عدم وجود هیجانش رو پوشوندن، هرچند که اصلاح شده هست و به گفته رنو و نیسان این نسل از گیربکس سی وی تی شروع حرکت بهتری نسبت به سی وی تی های معمولی داره. حالا اونم تست خواهیم کرد. عددی که برای 0-100 این ماشین گفته شده 10 یا 10.5 ثانیه هست تو شرایط استاندارد. یه موتور 2500 سی سی 4 سیلندر خطی، 171 اسب بخار، 233 نیوتن متر گشتاور بدون توربو، تو ارتفاع 1670 متر بالاتر از سطح آبهای آزاد. این موتور تنفس طبیعی رو تست میکنیم ببینیم که 0-100 به چه شکل در میاد. گیربکس رو میارم رو حالت درایو، اولی ما روی حالت تک دیفرانسیل تست میکنیم و بار دوم هم روی حالت دو دف ببینیم که کدومشون بهتر در میاد. حالت اسپورت خبری ازش نیست و گیربکس سی وی تی تا راه میفته یکم. این دفعه روی حالت درایو میذارم و روی چهارچرخ محرک اوتو، دوباره خبری از حالت اسپورت نیست و آپشن کاربردی دیگه که این ماشین داره لین دیپارچر وارنینگ یا همون هشدار خروج از خطوط رانندگی که این قسمت نشون داده میشه و بی اس ام هم داره که همون بلایند اسپات مانیتورینگ یا همون هشدار
نقطه کور روی آینه ها که اونم آپشن خیلی کاربردی هست به نظر من برای نقاط کور، کلن سطح آپشنی مناسبی داره این ماشین و چیز کمی از سورنتو و سانتافای فول نداره به نظر من که این خوبه، اصلا قابل توجه این حد از امکانات، قیمتش هم پایین تره. واقعا چرا مردم اینو نمیخرن میرن سراغ ماشین گرونتر، من برام تعجب آوره. شاید بازاریابی و برندینگش خیلی خوب نیست، وگرنه چیز بدی نیست. تنها ایراد عمده ای که توی این ماشین میشه گفت بهش اشاره کرد همون گیربکس سی وی تی شه که اونم ایراد نیست، یه گیربکس اقتصادی هست و فقط برای بعضی که دنبال رانندگی هیجانی هستن شاید اذیت کنه، که دیگه این کلاس واقعا جایی برای هیجان نداره توی ایران، همه ماشینا قدرت معمولی، شتاب معمولی، باید دنبال اقتصادی بودن و به صرفه بودن بود. رانندگی واقعا میگم نرمی داره به نسبت رقیباش و اذیت نمیکنه. سر و صدای بیرونی صدای خیلی معمولی مال لاستیکا که اونم گفتم مثلا سیستم تحلیلش عادیه، بنابراین به نظر من یکی از بهترین انتخابا هم توی این کلاس توی ایران و هم توی این قیمت ها، یعنی حدود 1500 اینا برای 2016 خیلی کم کار در حد 20 تا 30 تا کار، به نظر من از بهترین گزینه ها هست واسه انتخاب کردن. استهلاک کمی داره و اکثر مالکان این ماشین من پرسیدم ازش راضی هستن، کلا یه ماشین خوبیه ولی مثل میتسوبیشی اوتلندر یکم محجور واقع شده و زیاد لطفی بهش نداشته بازار. به نظر شما تو این سگمنت با همه رقیبایی که گفتم و البته چیزایی که شما به ذهنتون میرسه، با حدود بودجه 1500-1600 چه ماشینی بهتره؟ امیدوارم از این بررسی راضی بوده باشید. تا بررسی بعدی، بدرود.